شوهر را اینجا داریم که از نقطه A شروع می شود و به نقطه B می رسد. این را شعاع می نامیم. کمی خوبتر رسم می کنیم. این را شعاع AB گفته می توانیم. نقطه A رأس شعاع AB می باشد. و اینجا شعاع AC را نیز داریم. نقطه C در اینجا قرار دارد. و شعاع دیگر را رسم می کنیم که به سمت C می رود. به این اساس این شعاع AC می باشد. چیزی که در این مورد جالب است این است که رأس های آنها با هم شبیهند. یعنی رأس هر دو شعاع نقطه A می باشد. به صورت عموم زمانی که دو شعاع داشته باشیم که دارای عین رأس باشند، حالا شما یک زاویه دارید. به احتمالاً با مفهوم زاویه از قبل آشنایی دارید. مفهوم زاویه از کلمه لاتینی کورنر گرفته شده است که به معنای گوشه یا کنج می باشد. این یکی شبیه در نقطه A شبیه یک زاویه دیده می شود. تعریف هندسی یا تعریف را که شما دوست دارید ببینید این است که زمانی که دو شعاع دارای یک رأس می باشد زاویه را می سازد که رأس آن دو شعاع به نام رأس زاویه نزیاد می شود. لذا A عبارت از رأس می باشد. نه تنها که رأس این دو شعاع می باشد، شعاع AB و AC، بلکه رأس این زاویه نیز می باشد. چیز بعدی این است که چگونه یک زاویه را نامگذاری می کنیم. شاید بگویید که این زاویه A می باشد، اما حالا به شما می گویم که چرا این نامگذاری برای بعضی ها نظر به جای زاویه خیلی واضح نیست. راهی را که باید یک زاویه را مشخص کنید، امیدوارم این قابل فهم باشد، این است که شما میگویید زاویه این علامه زاویه است و در واقع این خیلی شبیه به زاویه‌ای که در اینجا است میباشد، اما این کوچک است. این علامه نشان دادن زاویه است. میگویید که زاویه BAC، یا همچنان میتوانید بگویید که زاویه CAB. اینها راه های مشخص کردن این زاویه میباشد، یا گاهی میتوانید این را اینقدر باز در اینجا نیز ببینید. نکته مهم در اینجا این است که حرف رأس زاویه در بین حروف میباشد. شاید بگویید که صبر کنید، چرا هر سه این حرف را گرفتیم؟ چرا این را تنها زاویه A گفته نمی توانیم؟ یک دیاگرام دیگر را به شما نشان می دهم. اگرچه تعریف هندسی یک زاویه این است که از دو شعاعی که دارای یک رأس می باشد تشکیل شده باشد، در عمل شما زاویه های زیاد را می بینید که از خط ها و قدخط ها ساخته شده اند. تصور کنید که قدخط ها را می توانید به یک مسیر حرکت دهید که شعاع‌ها را تشکیل می دهد. لذا در این صورت تعریف یاد شده درست تر می باشد. قدخطی را اضافه می کنیم که این گونه دیده می شود. چند نقطه را اینجا نامگذاری می کنیم. A، B و C را قبلا استفاده کرده ایم. این را می گوییم که D و E. نقطه های D و E، این قدخط D E می باشد. می گوییم که قدخط F G را نیز داریم. F G و این هم نقطه ای که این قدخط ها هم دیگر را قطع کرده اند. این نقطه را H می نامیم. این زاویه را در اینجا چگونه تشخیص بدهیم؟ آیا تنها زاویه H می توانیم بگوییم؟ خب نه، چون اگر تنها زاویه H بگوییم، زاویه ای را که دارای رأس H می باشد، این زاویه در اینجا می باشد، یا می تواند این زاویه نیز باشد. این گونه رسم می کنم. می توانید این گونه ببینید، یا می تواند این زاویه در اینجا باشد، یا هم می تواند این زاویه باشد، یا هم می تواند این زاویه در اینجا باشد، یا هم این زاویه در اینجا. پس تنها راه برای تشخیص درست این که در مورد کدام زاویه صحبت می کنید این است که سه حرف اضافه کنیم. اگر واقعا می خواستید در رابطه با زاویه حرف بزنید، این زاویه را باید زاویه EHG می
می نامیدید. پس این زاویه EHG می باشد. یا می توانید این زاویه را به نام زاویه GHE مشخص کنید. GHE. اگر این زاویه را در اینجا می خواستید معین کنید، این را یک شعاع زاویه در نظر بگیرید و این هم دیگریش می توانید ادامه دهید تا این نقطه ها را عبور کند. حالا این زاویه را به نام زاویه DHG می نامیم. زاویه DHG یا زاویه GHD. امیدوارم فهمیده باشید. این زاویه در اینجا می تواند FHE یا EHF باشد و این یکی هم FHD یا DHF. زمانی که این گونه نامگذاری می کنید خیلی واضح است که منظورتان کدام زاویه است. حالا که یک تصویر کلی در مورد زاویه داریم و می دونیم که چگونه آنها را با سمبول ها نشان دهیم، چیز دیگری که شما در مورد آن باید کنجکاو باشید این است که تمامی زاویه ها با هم شبیه نمی باشند. یعنی بعضی زاویه ها باز است یا خیلی هم باز نسبت به زاویه دیگر، بعضی زاویه ها هم بسته تر می باشند و حقیقتا این نکته اصلی است. مثلا دو زاویه را اینجا در نظر می گیریم، یک زاویه که این گونه معلوم می شود، از حرف ها دوباره استفاده می کنیم، می گوییم که این A, B و C، این هم شعاع ها. ادامه می دهیم و شعاع ها را رسم می کنیم یا به شکل قده خط نیز رسم می توانیم. خب در اینجا داریم که زاویه BAC و در اینجا یک زاویه دیگر رسم می کنیم و نام آن را زاویه XYZ می گذاریم. دوباره شعاع های آن را رسم می کنیم. این زاویه X, Y و Z می باشد. زمانی که به این نگاه کنید می بینید که این یکی بازتر می باشد. خب این یکی بازتر است. در حالی که این یکی در اینجا بسته تر به نظر می رسد، این یکی بسته تر دیده می شود. حداقل نسبت به این زاویه بسته تر است. شاید اگر زاویه ها را اندازه گیری کنیم، ما زاویه را باید نظر به این که چقدر باز یا بسته است اندازه گیری کنیم و این مسئله اصلی می باشد. و بدون این که به شما گفته شود که چگونه زوایا اندازه می شوند، شما می توانید بگویید که اندازه ای زاویه XYZ یا اندازه ای این زاویه نسبت به زاویه ای که اینجا داریم بزرگتر است. با هر معیاری که زوایا را اندازه گیری می کنیم، در حقیقت به این معناست که در می یابیم یک زاویه چقدر باز یا بسته می باشد. روی این مسئله در ویدیوی بعدی حرف می زنیم. این که چگونه واقعا می توانیم یک زاویه را اندازه گیری کنیم.